تون بخیر با درود به شما عزیزان بیننده پیامی رو که امروز خدا در دلم گذاشته خواستم با شما در میون بذارم این پیام در انجیل لوقا باب ده آیات 38 تا 42 هستش اسمش رو گذاشتم یک دعوت یک انتخاب یک تصمیم ما یک متن آشنایی رو در مورد دو تا خواهر میخونیم و برخورد اینها در مورد عیسی اینطور میخونیم میگه و چون در راه میرفتن به دهکده ای در آمد منظور ایسا در آنجا زنی مارتا نام ایسا را به خانه خود دعوت کرد و او را خواهری مریم نام بود که نزد پایهای ایسا نشسته کلام او را میشنید اما مارتا سخت به تدارکات پذیرایی مشغول شده بود پس نزدیک آمده گفت ای خداوند آیا تو را باکی نیست که خواهرم مرا واگذارد که تنها خدمت کنم او را بفرما تا مرا یاری کند عیسی در جواب وی گفت ای مارتا ای مارتا تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری لیکن یک چیز لازم است و مریم آن نصیب خوب را انتخاب کرده است که از او گرفته نخواهد شد خوب دقت کنید میگه, میگه، لیکن یک چیز لازم است ما همونطور که گفتیم با دو تا خواهر اینجا روبرو هستیم مرتا و مریم مرتا او رو به خانه خودش دعوت میکنه در واقع وقتی وارد دهکده میشه عیسی تنها کسی که او رو به خونه دعوت میکنه خود همین مرتا بوده در این شهر مردم زیادی زندگی میکردن و از آمدن عیسی حتما با خبر شده بودند یا او رو در مورد ورود به شهر در هنگام ورود به شهر دیده بودن چقدر وقتا ما به این قانه هستیم که فقط عیسی به منزلمون بیاد تا ف... یا فقط اینکه در دلمون باشه همین و همین یعنی به مرز اینکه وارد شد تموم شد مشغول پذیرایی بشیم مارتا مهمان نواز بود که این خصلت خیلی خوبیه کاری که کرد هیچ کس در اون منطقه نکرد او برای داشتن عیسی به عنوان مهمان در منزلش پیش قدم شد ولی همینجا متوقف شد و به کارهای خودش پرداخت. او رو به عنوان مهمان داخل خونه پذیرفت و مشغول پذیرایی شد از او به عنوان یک مهمان. در حالی که ایسا مهمان نیست. ایسا سابخونه است. ولی همینجا متوقف کرد مرتا و به کارهای خودش پرداخت. مشغول استراب ها و نگرانی های خودش شد. علا رقم این که ایسا تو منزلش بود، مرتا در تب و تاب بود، در استراب و نگرانی بود. آیا اینجا شباعت خودتون رو با مرتا حس می کنید؟ آیا تا به حال ایسا رو در حد مهمانی که انتظار پذیرایی داره تو خودتون نگه داشتید تو دلتون؟ در خانه دلتون؟ ما نفر دوم خواهر دوم اینجا مریم رو می بینیم. مریم در این بین در بین استراب و نگرانی های مارتا نشستن به پای ایسا رو انتخاب کرد و خودش را آماده شنیدن کلام ایسا کرد شنیدن از حق... حقیقت رو انتخاب کرد حقیقت آزاد کننده و حیات بخش و رهاننده در یوحنا میخونیم یک آیات یک تا چهار و همینطور آیه چهارده میگه در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود در او حیات بود و حیات نور انسان بود کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد پر از فیض و راستی و جلال او را دیدیم جلالی شایسته پسر یگانه پدر مریم اینو فهمیده بود مریم اینو درک کرده بود که کسی رو که میبینه کسی رو که به پاش نشسته یه شخص معمولی نیست او فهمیده بود که کلام این شخص با کلام همسایش فرق داره با کلام معلمینش فرق داره با کلام معلمین مذهبیش فرق داره با کلام اعضای خانوادهش فرق داره حتی با کلام مرتا فرق داره او فهمید که این کلمه ای که از دهان این شخص صادر میشه کلام حیاته کلمه ای هست که جسم گردیده و در میان ما ساکن شده کلام ایسا نور به قلب مریم تابان در پای ایسا برای شنیدنش تماما گوش بود تمام وجود مریم گوش شده بود و تمامیت کلام ایسا رو به جان و گوش گرفته بود با تمام سلولاش اون رو جذب میکرد هضم میکرد در این حین انجیل لوقا اینطور میگه میگه که مرتا سخت به تدارکات مشغول بود همین ام باعث شد که عیسی نسبت به به ایسا نسبت به خواهرش اعتراض کنه میبینیم میاد میگه که آیا تو رو باکی نیست آیا تو نگران نیستی که خواهرم منو تنها گذاشته که تنهایی خدمت کنم خیلی خود اینجا نسبت به خودش داره فکر میکنه اصلا این فکر رو نمیکنه که چه کسی در خانهش مهمانه فقط و فقط خدمت خالی خدمت تنها بهش میگه او رو بفرما که من رو کمک کنه تازه دیکته میکنه به ایسا به ایسا خط میده میگه که اینو بهش بگو که بیاد کمکم کنه خیلی حق به جانب و خیلی خودمهور میره جلو چقدر از وقتا من و شما اینطور هستیم من و شما ایسا رو میاریم تو خونمون مثل مهمون و با او دقیقا مثل یه مهمون رفتار میکنیم, میکنیم. همونطور که اولش گفتم ایسا مهمون نیست در مکاشفه میگه که بر در قلبت ایستادم اگر در را باز کنی وارد میشم و با تو شام میخورم عیسی میخواد وارد جزئیات زندگی ما بشه مریم این رو درک کرد که تماما گوش بود و اینو با همه سلولاش داشت هضم میکرد و جذب میکرد ولی مردها این رو نگرفته بود و خدمت تنها میکرد و این خطر چقدر برای خود خادمین حتی هستش که عیسی رو به عنوان مهمان میپذیرند. تمام مدت مشغول خدمت به او میشن ولی این فکر رو نمی کنن که احتیاج دارن حتی این کلام جاودانی رو از دهان این شخص غیر معمولی این شخصی که واقعا الهی هست و فرق داره با همسایه و معلم و اعضای خانواده کلام او رو باید بشنون به جواب عیسی خیلی دقت کنید چی میگه؟ میگه در چیزهای بسیار اندیشه و استراب دارید این حرف رو امروز عیسی به من و شما هم میگه میگه که در چیزهای بسیار در نگرانی در ترس در تشویش در ترس از آینده در ناامنی در اشکا و دردها و غیره ما استراب و نگرانی داریم حرف عیسی اینجا تموم نمیشه او میگه که یک چیز لازمه که مریم اونو انتخاب کرده گفتم من اسم این پیام رو گذاشتم یک انتخاب یک دعوت یک تصمیم همین یک چیز هست که عیسی آن را به مرتا میگه میگه یک چیز لازمه که مریم اونو انتخاب کرده اون چه که آنچه که عیسی امروز ما رو تشویق میکنه فقط یه چیزه که از ما گرفته نمیشه میگه یک چیز هست که اونم نصیب خوبه که مریم اونو انتخاب کرده و از مریم گرفته نمیشه آن چه که آن دعوتی رو که امروز آن انتخاب حق انتخابی رو که عیسی امروز جلوی پای ما گذاشته اگر انتخاب کنیم هرگز از ما گرفته نمیشه به پای عیسی بشینیم به کلام حیات بخشش گوش بدیم مثل مریم در استراب پذیرایی و اینجور چیزا که برعکس مرتا انتخاب کرد در استراب مهمونی نباشه بلکه تماما گوش باشه و به حرفای عیسی گوش بده مثل مریم این انتخاب رو بکنیم جواب مثبت به این دعوت جواب مثبت به این انتخاب و به این تصمیم بدیم به پای عیسی بشینیم و از کلام حیات بخش او لذت ببریم فراوانی حیات رو بگیریم پولس در رومیان ده میگه که ایمان از شنیدنه و شنیدن از کلام خدا مریم این رو فهم فهمید. مریم این رو فهمید و تصمیم گرفت که از طریق شنیدن ایمان او اضافه بشه باشه که همه ما در شنیدن کلام خدا انتخاب کنیم انتخاب کنیم به پای او بشینیم و حیاتی رو که بر زمین داریم یه حیاتی مثبت برای خودمون و برای هم باشه برکت ما برای ما و فرزندان ما و برای فرزندان فرزندان ما باشه این کلام حیات بخش آن ایمانی که از طریق شنیدن هست ایمانی که از شنیدن کلام خدا در ما ایجاد میشه این ایمان رو هر روزه با آگاهی با تصمیم تقویت بکنیم هر روز به پای سخنان حیات بخش ایسا بشینیم و مثل مریم تماما گوش باشیم تماما تصمیم و انتخاب باشیم